در این روزهای سرنوشت ساز وطن که مردم ایران تحت ستم رژیم آخوندی قرار دارند امروز که روز هشتم مهر ماه 1401 است تظاهرات و اعتراضات و انقلاب نوین مردم ایران وارد سیزدهمین روز خود شده و بر علیه ظلم و کشتار آخوندها در تظاهرات و اعتراضات مردم حضور دارند در حالی که تا کنون بسیاری از جوانان، زنان و مردان ما کشته و زخمی شده اند و هزاران نفر در زندانها هستند. و نکته مهم تظاهرات و انقلاب نوین مردم ایران این است که جهانیان رو به طرف مردم ایران کشانده و همراه شدند با این انقلاب و با تظاهرات و اعتراضاتی که دارند انجام میدند خصوصا هنرمندان ورزشکاران و آدمهای مطرح جهان خواننده و هنرپیشه ورزشکار همه با هم همصدا شدند و در فضای مجازی در تلویزیون ها اعلام همبستگی کردند و رژیم رو محکوم کردند. بسیاری از هنرمندان مطرح هالیوود، خوانندگان مطرح بخوام اسمشون بگم چون زیاد شدند، زیاد هستند، حتی هشتک محسا امینی بالای 150 میلیون رسیده که این یک رکورد هست. و حالا در داخل ایران هم علاوه بر اینکه مردم هر روز اعتراضات و تظاهرات و اعتصابات خودشون رو بیشتر می کنند و بیشتر شده و بسیاری از هنرمندان زن و مرد ایران با انقلاب نوین ایران همراه شدند می توان کسانی که در خدمت رژیم حتی بودند کارهایی رو با اونها انجام میدادند مثل مدیری و کسان دیگر حامد بهداد کتایون ریاهی و بسیاری دیگر همراه مردم شدند و از کشتن محسا و مردم دیگر که, که کشته شدند در این حوادث رژیم رو محکوم کردند حمایت کردند از تظاهرات مردم اما در بین همه این طرفداری ها و پیوستن ها به سوی مردم حتی در حرف دی صحبت کردند دو نفر که از هنرپیشه های قبل از سال 57 هستند و در سینما و تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی کار کردند و خودشون رو به حکومت اسلامی یعنی در اصل خودشون رو در خدمت کارهای حکومت اسلامی قرار دادند و فروختند خودشون رو و در کارهای ضد هنری و وابسته به حکومت که کارهای مذهبی بود کار کردند یکی از اونها مهدی فخیمزاده است که بعد از انقلاب سال 57 با حسین گیل به حزب اللهی های حکومت پیوستند و کار کردند و با اونها همدست شدند و خیلی از هنرمندان قدیمی رو هنرمندانی که همکار خودشون بودند در قبل از انقلاب به اونها خیانت کردند و در اصل آدم فروشی کردند و اونها رو از کار بیکار کردند زندان کردند یکی از اونا بخصوص فخیمزاده بود مهدی فخیمزاده که حتی چندی قبل هم اینقدر خدمتش مورد تایید بوده که در کنار خامنه ای نشسته بود و خامنه ای باهاش اینقدر خودمونی شده بود باهاش جوک میگفت و شوخی میکرد و حتی مسخرش کرد یک صحبتی کرد که فخیمزاده رو مسخره کرد و بهش گفت تو تاغوتی هستی و بقیه همه به فخیمزاده خندیدند ولی اونم خوشش اومده بود می این صحنه گوش کنید ببینید کار نمایش رو از قبل از این خلاف شروع کردم حالا همه دوستان و ظاهرا همه بعد از این خلافی ولی من قبل از این خلافی هم تا بودی از, از سباره یزید بودم ولی خور نیست حالا از همون سال اول انقلاب از پنج و هشت من فیلم ساختم این سال پنج و هشت من فیلم ساخت کارگردی میکردم و بعد ادامه دادم چرا من بیشتر شد. این مستاق <مسطور> چه شهر سالی سر را رکش و تو آب چه دارید که در کنار من همیشه سینمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب تلویزیون رو بهتر از دوستان درک می کردم برای اینکه اون دوره رو تجربه کرده بودم و شرایط می حالا این آدم در این برهه از زمان که مردم دارند کشته میشند و مرگ بر خامنه ای در خیابونها گوش همه رو کر کرده و مردم و جوانان بر علیه آخوندها برای سقوط رژیم جمهوری اسلامی فعالن کشته دادند در حدود بالای صد نفر کشته شدند و در معابر عمومی در حال مبارزه هستند هزاران نفر در زندان هستند، دستگیر کردند و سینماگران، بازیگران، کارگردانها، هنرمندان، ورزشکاران از مردم حمایت کردند و در فضای مجازی همراه مردم شدند. مهدی فخیمزاده یوت زده در صفحه خودش و نوشته من رو تهدید می کنید، خانوادم رو تحت فشار قرار می دهید، برای چه؟ برای اینکه به نظام لگد بزنم اون قدر با شرف هستم که به سفره که از آن نمک خوردم بی حرمتی نکنم با تمام مشکلات و رو و انقلاب خمینی رو دوست دارم واقعا آدم بی این سین مهدی فخیمزاده و بسیار ضد مردمی است که خجالت نکشیده در این شرایط رفته چنین چیزی رو در صفحه خودش به اشتراک گذاشته تا همه بدونند او خودش رو در خدمت خامنه ای و خمینی میدونه و چگونه صحبت کرده و بازم در خدمت اونها میخواد کار کنه اما کور خونده چون اینها دیگر رفتنی هستند و طرفداری از رژیم که با این لحن صحبت کرده نمیدونه که کشور داره کم کم به سوی آزادی میره و آخوندها همین روزها از قدرت پایین کشیده میشن و شما بینندگان محترم برای اینکه مهدی فخیمزاده ببینه که واقعا مردم چه نظری به این کامنتی که نوشته و من براتون خوندم و دیدید تیوتش رو بهش نشون بدید و از خجالت این آدم در بیایید و بدونه که مردم دارن با آزادی میرسند و تو خجالت نمیکشی در این شرایط عوضی بکنی از این رژیم بیایی به سوگ مردم معذرت خواهی کنی و ندای بخشش بدی و از مردم عذرخواهی کنی این رو رفتی نوشتی و دیگری هم سعید رات هست که اون هم باز آمده یک مطلبی نوشته سعید رات کسی است که در اوایل انقلاب با نوشافرین فرار کرد و رفت امریکا اما بعد از چند سالی از نوشافرین جدا شد و آمد ایران رو توبه کرد و جزو توابین شد و در یک فیلم سینمایی جنگی که کارگردانش یک اطلاعاتی بود به نام درویش اومد با اون اون فیلم رو بازی کرد و به سوی آخوندها بازگشت و حالا ببینید که اون چه پیامی برای خامنه ای نوشته البته اون طوری نوشته اون در اصل اومده وسط بازی کرده که نه سیخ بسوزه نه کباب ببینید اون چی نوشته سعید راد نوشته شاید این روزها آنهایی که سختی غربت را چشیده اند بیشتر قدر وطن را میدانند این سرمایه بزرگ با هیچ چیز در این دنیا قابل قیاس نیست من عاشق وطنم حتی اگر همه از ایران بروند سعید راد می ماند. این ربطی به وضعیت مردم نداره مردم نگفته کسی بره از ایران گفته واسید مبارزه کنید این آمده این جمله رو گفته که هم آخوندها راضی باشند که غیر مستقیم کوبونده اونهایی که در غربت هستند دارن مبارزه میکنن و همین که یک حرفی زده باشه که بگه من از شرایط ناراحت بودم و این تیوت زدم در حالی که این در است باز خوشخدمتی کرده به آخوندها و از مردم و مبارزات مردم حمایتی نکرده و نه به رژیم پشت کرده و غیر مستقیم رژیم رو تایید کرده واقعا این دو نفر یعنی مهدی فخیمزاده که علنی گفته حالا این کمی وسط باز بوده واقعا این آدم ها خیلی از انسانیت و شرف و هنری و هنرمندی دور هستند و خیانتکار به مردم و هنر مردمی هستند باشد روزی جلوی مردم در رسانه ها با گریه و اشک بگویند که ما را ببخشید ما نفهمیدیم اما اون روز دیگر بخششی در کار نیست چون شما باید الان با مردم باشید اگر قرار باشه انقلاب بشه مردم با جان دادن زحمت و تلاش این آخوندها رو بیرون کنند و بعد شما بیایید سر سفره بگویید ما اشتباه کردید شما باید الان به سوی مردم بیاد با مردم و انقلاب نوین مردم همراه بشید و از مردم معذرت خواهی کنید و در کنار مردم در خیابان ها بجنگید نه اینکه از راه دور پیام به طرفداری از حکومت حکومت آخوندها بنویسید تا برنامه دیگر بدرود